ببینید آقای شهید فرج، این نکته‌ای هم هست اینجا و اون نکته این هستش که ما نباید آدم هامونو فقط در اینایی که معروفن و تو احزابن ببینیم. میخوای اونا یه بخش، اینا یه بخشی هم درست. شما وقتی که یه نگاه میکنم، مثلا ببینیم، مثلا شما نهدهی داری، به انواع و اقسام آدم ها میان. بله. شما فرض کنید که 22 بهمن داری، ببین آدم هایی میان که سلیقه های بسیار متفاوتی دارن، ولی همه هستن، همه با هم دیگه هستن. و به نظر میاد اینجا این اولقه شما خیلی از همونا هی حمله میکنیم. نه نه نه، ما به هیچ کم از اونا حمله نمیکنیم. نه نه، من منظورم فرد خاصی که نبود. بلی. همین تعدد، همین تنوع و تفاوت رو دارم. نه ما تنوع و تعدد رو مادام که رو سلیقه باشه همیشه روش تاکید داریم. یعنی کسی که بله سلیقه متفاوتی داره، دلیل نداره کسی که سلیقه متفاوتی داره از دایره بیرون بمونه. حتی من یادم هستش که ما یکی دو تا مطلب مخصوصا گزارش و حتی یادداشت داشتیم درباره اینکه اصولگرایی محدود، دایره اصولگرایی خیلی گسترده است و من فکر میکنم تو این زمینه بهترین معیار رو حضرت آقا دادن. و شما همین همون که جذب حد اکثری و دفع حد اقلی. البته ببینید این که ما متوقع معیار عمل کنیم، ما تلاشمون اینه، اما یه نکته هم هست. بعضیا وقتی میگن جذب حد اکثری، بعد میرن سراغ یه اقلیت. یعنی جذب حد اکثری، تابلوی جذب حد اکثری رو بالا میبرن، اما میرن سراغ یه اقلیت رو میخوان جذب کنن، یه اقلیتی که خیلی شایسته جذب هم شاید نباشن، یه اقلیت بسیار اندک. توی گروه های سیاسی منظورم؟ بله، منظورم توی جریانات مثلا ببینید. بله، منظورم از این نوع هستش. اگر اینا تعریف روشنی داشته باشه، من هم میگم بهترینش اینه. ما یه اصول مشخصی داریم، روی این اصول کسانی که بر این اصول هستن میتونن حالا سلیقه‌های فراوان متفاوت داشته باشن، اتفاقا خیلی هم خوبه. اتفاقا تبادل آرا و تعاطی اندیشه که بعد نتیجه اون تصحیح اندیشه میشه، از همین برخورد هاست. برخوردهایی که آدمایی که سلیقه‌های متفاوت میان کنار هم دیگه قرار میگیرن، با هم تعاطی میکنن، با هم برخورد میکنن و آره. از درونش یه نگاه جدیدی متولد میشه. ولی میدونید که دغدغه ها و نگرانی های افرادی، حالا شما اشاره کردین که فقط آدمای مشهور نیستن، من نمیخوام به اون هم تاکید بکنم. بله. در ضمن که اون هم مد نظرم هست، گروه های از اهل فکر، حوزه فرهنگ، حتی آدم هایی که در واقع حوزه های اجتماعی محل فعالیت عمده شون هست، سیاسیون هم که به طریق اولا، یکی از نگرانیشون خیلی وقتا این است که حالا اینجوری کنیم روزنامه کیهان، اگر اونجوری بشه روزنامه کیهان، و اتفاقا میگن که روزنامه کیهان یه حد اقلی دارد توی مجموعه روزنامه های اصولگرا و این دایره رو بسته تر میکنه، و شمایید که به خطا، کمترین خطایی در مورد اون نویسنده، اون فیلمساز و اون یکی، حالا اگه خودتون هم سرمقاله ننویسید، از قول خوانندگانتون تو اون بخش چیشی از قول اونا می نویسید یه چیزی؟ نه، ما از قول اونا نمی نویسیم، در واقع اونا میگن ما می نویسیم، و هر دفعه تقریبا 4-5 نوار پر میشه و بسیاری گله دارن که چرا مطالب ما نمیده. بله، همیشه ما هم همینجا این ماجرا رو داریم. آره، همیشه رسانه. بله، این طرف هست. اما ببینیم واقعیت چی نستش که باید ببینیم کدام یک از اینا غیر واقعیه. کدام یک از؟ کدام یک از اینایی که از این نقدها غیر واقعیه. ببینید یه فرقی هست بین نقد و نقد دیگه. نقد زدن راحته، نقد به هر حال باید مستند میخواد، سند میخواد، و بعدش هم نباید موارد مثبتش رو نادیده گرفت. یعنی حالا به عنوان مثال عرض میکنم، فقط سریع بگین به عنوان مثال عرض میکنم، وقتی شما یه فیلمساز میبینید، اینا یه فیلمسازی چند سالای پیش اومد گفتش که کیهان با هم نشستیم و گفتش که شما به من انتقاد کردین، انتقاد معمولی هم کرد. خب بعد بهش گفتم که ببین فلانی تو چند سال تو تهرونی؟ گفت 14-15 سال اینه. گفتم این من از بچگی تهران بودم، تو آب منگل بودم، بچه آب منگل بچگی بودم. این همه موتور سه چرخ رو از کجا آوردی؟ این همه موتور وسپای سه چرخ رو از کجا آوردی؟ خب
بعد میگفتش که خب خواستم مثلا این واقعیت، خب واقعیت که این نیست، شما تو خیابون میریم به زور باید بگردیم مثلا اون طرف میدون شوشونه، اون الان هم میدون شوشونه، این الان همه ببینید اینا رو آدم میبینه. خب در همین حد ما فقط به ایشون گفته بودیم آقا چرا در مورد جامعه ایرانی سیاه نمایی کردید؟ و گفتیم شما جایزتون به خاطر سیاه نماییه، نه به خاطر واقعه گویی و هنرمندانه باشه اینا. خب من استدلال شما رو میفهمم، حتما استدلالی براش دارید، ولی میگم که اینجوری که میفرمایید که دایره هباد هرچه بازتر باشد جوری تعریف بشود اصولگرایی به اصطلاح که آدمهای بیشتری رو بپذیرد، ولی شما که در هر شمارتون بالاخره تعریضی به کسی، جناحی، نویسنده‌ای، نمیدونم گروهای همین گروهایی که گفتم میبرید، آیا تنگش نمی‌کنید؟ نه ببینید گفت هر چی که بامش بیش برفش بیشتر، یعنی این که وقتی که جریانات عدیده هستن دایره هرچی بزرگتر میشه، بعضی وقتا تخلفات هم توش هست دیگه. ها پس بعدی تو نمیاد کوچکش کنی؟ نه 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 نه، دایره که بزرگ میشه تخلف. ببینید هر کسی طاووس خواهد جور هندوستان کشد، شما بایستی برخی از اینا رو بپذیرید به بهای این که دایره واسه یه ارزش بزرگتری داره و اون دایره وسیع‌تره. حالا ببینید تو این دایره وسیع من یه حالت سوالگونه بگم، نمیخوام سقراط گونه بگم. سقراط میگفت من پاسخ رو میگم من مامام پاسخ رو متولد مامام، من نمیخوام ادای سقراط در بیارم. میخوام عرض بکنم که ببینید شما وقتی که میبینید یک کسی رب گوجه فرنگی مصنوعی میده بازار، یا تقلبی یا فاسد، خب وظیفه است که یعنی شما وقتی که باش برخورد میکنن بسیار یعنی مقبول و معقول میدونید، و حتی اگر نشه نگران میشید. حالا اگر این رب با این قوطی های رب از 20 تا مغازه جمع کنن بودن باید جمع بکنن دیگه. من میگم چرا نباید برای فکر و اندیشه چنین مراقبتی باشه که مسموم ها رو مسموم نباشه. مثلا ببینید من حالا یه خورده سختمه که اینجا مثال بزنم به خاطر اینه که خلافه واقع. مثلا ببینید به عنوان باز فقط یه مثال مشابه و البته مثال اتفاق افتاده، یعنی وقتی که من میبینم طرف میاد یه دفعه میگه می‌نویسه که در فلان جا فلان اتفاق افتاد، اتفاق خیلی ناجور، و من میدونم دروغ میگه، خب بعد باهاشم تماس میگیریم آقا اینطوری نیست، میگه نه، میگه آقا تو اینو در یه سطح گسترده‌ای گفتی، خب این اثر بدی میذاره توی مردم. بعد میگه حالا دیگه گفتم، ما بدون اینکه اصلا اسمش رو ببریم میگیم این ماجرا اینجوری به این دلیل و به این دلیل. مثلا بعضیاشین بعضی وقتا شما ببینید در عرصه رسانه ها، در عرصه مخصوصا رسانه ها شما ببینید چه خبره، بعضی وقتا چیزایی رو به خورد مردم میدن که این جوون بیگناه چه میدونه. پس استدلال های شما بالاخره دارید، متوجه نکته هستم، با استدلال هاتون میفهمید. آقای شریعت مداری یه نکته دیگه تو همین روز هر روزتون هست، حالا تو روزنامه امروزتون هم هست، بخشایی دارین توی روزنامه که از در واقع نثری و از ادبیاتی استفاده میکنین که جمله ها و کلماتی هن که به نظر میاد شایسته نوشتن توی یک روزنامه نیستن، از اصطلاحاتی استفاده میکنین که بوی تحقیر میده. از ضرب المثل ها نشانه های خودتون رو دارید، همین بخش خبر ویژه‌تون مثلا همیشه داره، نسبت هایی که از استفاده از این ضرب المثل های متداول و استفادهش برای گروه مقابل خودتون یا حتی غیر ایرانی ها در بیرون مرز ها ممکنه حالا هر کدوم از گروه های انگلیسی امریکایی نمیدونم این ها مد نظر باشه، من اسم نبرم ولی خوبه به نظرتون، میدونین من چی میگم؟ بله متوام اینه در شهر روزنامه کیهان هست؟ اگر نمونهش رو بگین خوبه، چون ببینید مصداق یه دونه؟ نه حتی مصداق مثلا مصداق 7-8-10 نمونه هم بگی نبی نداره. نه شما متوجه عرض بنده هستین؟ بله متوجه فرمایشتون هستیم، منتها ببینید ما
اولا اینکه این ستون، ستون خبر ویژه ادبیات خاص خودش رو داره. همین ادبیات خاص خودش. ببینید شما ببینید مخاطبین یعنی کسانی که مورد انتقاد قرار میگیرن کیا هستن. شما ببینید کسانی هستن که یعنی غالبا کسانی هستن که بدترین اتهامات رو علیه هم مردم ایران، هم جمهوری اسلامی، هم حتی در بیخیال موارد نسبت به مبانی و ارزش‌ها و آموزه‌های مقدس ما روا می‌دارن و علی الدوام این کارو می‌کنن. ما به اونا به هیچ وجه سخنی که واژه بد توش باشه به کار ببینید تفاوت داره. یه موقع خور و اینا داره، یعنی واقعا من معتقدم مثلا حالا شما که اون گروه ها رو میگین، من معتقدم واقعا خانم کلینتون رو باید تحقیر کرد. آخه خانم محترمه به خاطر اینکه ما به نظرم اصرار داشتن که دشمنتون رو هم با احترام، نه ببینید با احترام فهم کنم. ببینید با مثلا به خانم کلینتون همین یاد داشتی که مثلا اخیراً داشتی که خدا سایه خانم کلینتون کم نکن، چون واقعا هم خیلی به درد میخوره، اینا خیلی جدا مفیدن، ما خدا سایه‌شون رو کم نکن. ببینین وقتی که ایشون میاد و چنین حرکتی انجام میده، ما میگیم حرکت ابلهانه است و به چه دلیل، به این دلیل. اما اینکه بخوایم بهشون اتهام بزنیم، نه ما این کار رو نمیکنیم. ما هر دفعه هم اتفاقی افتاده این چنینی با صراحت عذرخواهی کردیم. شما دیدید در بعضی از موارد یکی از ویژگی‌های شما اینه که اگر جایی موارد اگر اتفاق افتاده عذرخواهی میکنیم. حتی معتقدم هستیم که گزارشی رو رفتیم گفتیم آقا بعد متوجه شدیم، نه بله گفتیم ما خبری کردیم، تحلیلی داشتیم، خطا بوده. حتی یه موردی بود که من عذرخواهی کردم، طرف گفتش که شما که شکایت کرده بود، گفت من میدونم توی دادگاه هم برخورد بخواهم. من گفتم اصلا این عذرخواهی من به خاطر اینکه شما دادگاه شکایتتون رو پس بگیرین، این عذرخواهی به خاطر اون ور دنیا، اون ور، چون اونجا بالاخره دیگه به قول ملایی رو میکنه. ولی پس اینا رو تحقیر و تمسخر اینجوری خیلی، نه من تحقیر رو اینا نمیدونم. البته به ما زیاد میگن، منتها به نظرتون اشکالی نداره پس؟ نه ببینید زیاد میگن. باز من یکی از شاگردا رو بگم، یکی از شاگردای عمل تروانی تکرار ادعاست. بله. یعنی وقتی که ادعا زیاد تکرار بشه طرف دیگه میگه حتما هست دیگه، تا نباشه چیزی که نیاز به تکرار ادعا نداره، چون شما هر روز چاپ میکنید. نه من میخوام از میکنم این که میگن شما در روزنامه اهانت میکنید، یا کلام منظورم نبوده. پس چی؟ همین تمسخر و تحقیر و استفاده ببخشید. ببینید ما مثلا جملات کوچه بازاری که دیگه خوب نیست و شایسته نیست. الان ببینید مثلا شما تمام شد؟ بگین سریع چون یه دقیقه میسکرم. من این عرض بکنم، شما یه بخش طنز دارین که اون اصلا متفاوت، ولی توی اون بخش های دیگه واقعا ما از این کلمات به کار نمیبریم. از این جهته که من عرض میکنم خیلی من مشتاقم که شما نمونه هاش رو بگید، چون من زیاد با این سوال رو بروش دارم. بعد نمونه ها رو خواستم، نمونه زیاد نمونه خب. اگه نمونه ای بگین بنده با کمال میل همون من میدونستم مقاومت نه نه اگه مقاومت اگه نمونه باشه خیلی خوبه، چون زیاد بعضی ها مطرح میکنم بعد میبینیم نمونه نیست. نه حالا باش اشکالی نداره. میگن شما کارت بازرگانی دارید و توی سوئیس و اینا بانک و اینا یه عالم پول، چقدر اونجا؟ کارت بازرگانی چون همه ما به حال مسئول سرپرست مؤسسه کیهان هستیم و کاری مثل وارد کردن کاغذ و اینا، کاغذ وارد میکنم از قدیم و ایام همه داشتن. و پولاتون تو جای دیگه چقدره؟ پول نه من جایی ندارم. بله این خبر، این خارجی ها میگن، مدت های زیادی میگن، اخیرا هم CNN مطرح کرد. خارجی ها با شما زیاد مصاحبه میکنن؟ آره ایران زیاد میان و مطرح میکنن. بله چرا با شما مصاحبه میکنن؟ حالا اون حساب پول که واقعا شوخیه، ولی در مورد شما مثلا زداد خارجی از قدیم رسمش بود یا بعضی ما که اینا یه که این خارجی که می‌خواد پول کیسه بکشه می‌فرستاد. حالا الان بزن خارجی ها چیز نکنن. هر شب به حضور شما که بله میگفتن، یه دقیقا میگن ها، مثلا میگفت 267 میلیون دلار، البته خوردش رو نمیدونم، یعنی همینجوری که میگه یعنی خیلی دقیقه. آها یعنی در مثلا فلانجا داره از شود بزرگ شما 32 میلیون مارک، میلیون پوند در یک بانکای سوئیس. پس فروش خودتون رسیده؟ زیاد میگن. آره
و شما هم تو به معمول تکذیب میکنید. ما میگیم اگه هست بردارید یه بردارید. و تو به معمول همینه که سندی دارد بیاره اینجا به مشهور. خیلی خوب.